سلام دوستان، امیدوارم که هر جا که هستید خوب و خوش سلامت باشید. با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستم. همینجور که میدونید من در یونان زندگی میکردم و الان اومدم آلمان. چرا اومدم آلمان؟ به خاطر هم مشکلاتی که همتون میدونید، وضعیت یونان خوب نیست، اینا نمیشه زندگی کرد و ما اومدیم اینجا. الانم تو کمپ هستم و یه فکری زد به ذهنم، چون خودم الان حدوداً یه هفته است تو قرنطینم و نمیتونیم بریم بیرون، نه کسی اونجا میتونه بیاد و نمیتونیم ورزش کنیم. گفتم یه سری حرکات ورزشی فیتنس برای شما بذاریم که کلا با وزن بدن میتونید حرکات رو انجام بدید، حالا چه تو کم باشید و یا چه تو خونه باشید میتونید از این استفاده کنید و با هم میریم حرکات رو شروع میکنیم. لتس گو. حرکات امروز حرکات پشت بازو هست و میریم با حرکت اول شروع میکنیم. حرکت اول به صورت دستاتون رو به این شکل میذارید رو زمین، پاها صاف، کمر صاف و سعی کنید به پاهاتون نگاه کنید، به زاویه این بالا نمیشه کرده بهتون. تو میره حرکت انجام بده، یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده، دوازده، دوازده، سیزده، چهارده، پانزده. اوکی، این هم تمام شد. بریم حرکت دوم. تعداد ست‌ها رو پایین ویدیو می نویسم، هر حرکت رو جدا جدا که گیج نشید راحت بتونید انجام بدید. اوکی، حرکت دوم اینجوریه، دستا رو به این صورت میذاریم رو زمین، پاها صاف، کل بدن توی خط، میریم پایین و میایم بالا، یک، دو، سه، چهار، خیلی محکم گذاشتم. اگر می‌بینید حرکت براتون سخته و نمی‌تونید برید، می‌تونید زانوی خود زمین بذارید و حرکت انجام بدید. می‌رین سراغ حرکت بعدی. اوکی، می‌رین برای حرکت سوم. لیتس گو. این صورت این بالا، عادی هستن، حرف نداره. حرکت خشن پشت بازو درم بکنه. بریم برای حرکت بعدی. اوکی، بریم برای حرکت چهارم. شنا دست جمع میشه، خیلی زیاد جمع نگیرید که ازتون میکنه، یک ذره باستر میگیم که دستان راحت تر باشه و حرکت رو میریم. یک، دو، دم بازم یادتون نره تو انجام حرکت. سه، این هم از حرکت چهارم. میریم برای حرکت پنجم. حرکت آخرم به این صورته. حرکت خیلی سخته. من روزا اول میرفتم زانو میذاشتم رو زمین، الان برام راحت تر شده. به این صورت، یک، دو، سه، چهار، پنج، نکته بهتون بگم که حرکت اگه انجام دادید این ست رو که دستاتون اینجوری گرفتید، ست بعد دستا رو برعکس کنید، به این صورت بگیرید که فشار یه دست بیاد روی پشت بازوت. دوستان، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و برای شما مفید واقع شده باشه. من سعی میکنم تو دوران قرنطینه یا هر جایی که بودیم براتون ویدیو درست کنم، تو هر شرایطی تمرین های فیتنس، بدنسازی، حالا بعد
قرنطینه اگه شد من باشگاه رفتم اینجا براتون تمرین تو باشگاه هم براتون انجام میدیم و ویدیوشو میذارم و لایک و سابسکرایب بهتون نره، ما رو حمایت کنین. این حمایت شما به ما روحیه میده و بتونیم به کارم ادامه بدیم و منتظر ویدیو بعدی ما باشید. تا ویدیو بعدی خداحافظ. بای بای.